دافی شاخ مدله، میخواد بهم بده دو دله. نمیفهمم من اینو، دو دلی نداره. یا میخوای میدی یا نمیخوای نمیدی. اگه نمیخوای ندی نمیگی، اگرم میخوای بدی که گفتی دو دلی نداره دیگه. یه شات بریم ببینیم چه خبره. یه ترکیب جذاب و عجیب، سامون ویلسون در کنار یانگ سادن، سپر خلصه و ایرز جی جی به اسم 25 بند. چرا اسمش 25 بنده نمیدونم، یه گروهی ما داریم اسم 25 بند دیگه، همه میشناسید. و حالا ببینیم اشاره چیزی داره نداره. بریم ببینیم چه خبره، برو بریم. Hey. دختر روز نیستم من، دفعهمش پیشمه نویس بمبن لطفهم مالا بیست بینه، اگه ایرانی هم نباشه که ریسکم در یزید. میگی دختر باز نیستی، بعد میگی زیر 25 باشه دخترت، همیشه بقلته زیر 25. دخترم همیشه کنارمه تو 25 بند دیگه. اشاره میکنه به عادل و اسم خانومه یادم رفت که همیشه با هم دیگه. اوکی، همون گروه 25 بند بمبن لطفهم مالا بیست بینه، اگه ایرانی هم نباشه که ریسکم در. بسته همکار و کل تیم خوب روی سم من باشه، ولی فاز تیم کوک فارسیم بد خارجیم توب هیته دیدم اوت کره حال جیم زود فارسیم بد خارجیم خوب. میگه با روسن با شروالی فاز جیم کوک. جیم کوک سی ای او اپله دیگه، میبینید دیگه همه جا میره اون بالا، اینا هم میره با دنش هم بالاست، روسن هم میره با شروالیه. اوکی کوک فارسیم بخار جیم توپ هیته دیدم اوت کره حال جیم زود یه 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 جانسازه همه هتل ها رو میدونم، اسم تک تک مدل ها رو میدونم، خونچه اکثر سیبیل ها رو میگیرم، خوشگله بده شیتیل ها رو ببینم. جاساز همه هتل ها رو میدونم، همه مدل ها رو هم میشناسه. هتل زیاد میره مخصوصا تو دوبه اینا، جنس رس بس که سخته. مدل ها رو میدونم، خونچه اکثر سیبیل ها رو میگیرم، خوشگله بده شیتیلا رو ببینم، بیسچری داریم دیس میشیم، حساب خالی میشه ولی اصلا نیست پیشیم، سفی بازی که ریس پیچید، خرج بالا سل صرف جوی نیست پیشیم، کلنگ افلا. دلم برای اون پانچای عجیب غریب و لفظای خفن سپی خلص تنگ شده، میرفت اون وقت بیرون نمیومد. الان یه کوچولو میدونی اون فازو نمیده. ریس پیچید، خرج بالا سل صرف جوی نیست پیشیم، کلنگ افلم، آجی من بیو نیفتم، یا کلنگ افلم، بقیهش هم اصلا نگفتم، یا کلنگ افلم، آجی من بیو نیفتم، یا کلنگ افلم. یه پاز بزنیم کپی رایت نخوریم. کلنگ افلم، بقیهش هم اصلا نگفتم، قفل کرده دیگه، بقیهش هم دیگه بهت نگفتم. کسام کلاسیک تر رها اعتماد، همه شوگرا زنده با، نایمدم برای اتحاد، این لوس بازی ها ندارم اعتقادی من. چرا نیستی جی؟ درگیر فرمول جی سک میچه، سکسی طرف 50 شیت، حتی برگرام تو تهران هیت میشه. خوزا کلاسیک تر از رها اعتماد، رها اعتمادی من میشناسم، رها اعتماد نمیدونم حالا، ولی خب اگه رها اعتمادی رو میگه، چون بعدش گفت اعتقاد فکر کنم اینو گفت، کلاسیکه دیگه، همین تیپ های همچی فلان و اینا. بعدم که سلامتی همین شوگرا زنده باد. بعد چی گفت؟ سکسی تر از 50 شید، فیلمی بود دیگه، دخترام خیلی دوست دارن، نمیدونم چرا. یعنی اون فیلمو من سر این که خیلی از دخترام میدیدم دوست دارن اینا، رفتم ببینم که حرف واسه گفتن داشته باشم باز کنیم اینا. بعضیشو میاد دیگه، میخوای لید کنی به سمتی، بعد دیدم که اصلا نمیتونم من این فیلمو ببینم، اصلا نمیفهمم چرا انقدر دخترا اینو دوست دارن. حالا به خاطر اون قسمت بی دی اس ام ایناشه مثلا، چون یه فتیشیه که الان یه کوچولو خیلی همگیر شده به نسبت، نمیدونم اصلا چجوری بود، اصلا من اون فیلمو دوست دارم، امتیازاش هم خیلی گوهه. بعد میگه که جا فرمول به جا سیگنیچر، یه معلومه دیگه. سکسی طرف 50 شیت، حتی برگرام تو تهران هیت میشه، کس چتر میزنم مری پاپینز، تا نیکی بیاد بده یه قلی با جین، یکی خواهرش میگم بیاد یکی کازین، ملودی 20ز ملیکا. گروپ میخواد بزنه با خواهر و کازینش، میگه کس چتر میزنم مری پاپین. اونجا گفت استاد کلاسیک تر از رها اعتماد، انسجام متن رو ببین، چون مری پاپینم یه فیلم قدیمیه، فکر کنم بازیگرش الان 90 سالشه، نمیدونم 80 خورده 90 بعد باشه، اسم فیلمی بود دیگه، این بود دیگه، چتر هم داشت توه، اونم یه کلاسیکیه. بده یه قلی با جین، یکی خواهرش میگم بیاد یکی کازین، ملودی 20ز ملیکا تین، نه نمیشم میت. اصلا اینجا اصلا نمیفهمم چی میگه، هیچ ایده ای ندارم. چی چیکین یکی
خواهرش میگم بیاد یک کازین ملودی 20 ملیکاتین نه نمیشم میتو. هیچ ایده‌ای ندارم، هیچ ایده‌ای ندارم. همیشه انتظار دارن که ما همه چیو بفهمیم. نمیشه همیشه همه چیو بفهمیم، چون اطلاعات عمومی که حالا هر کی تا یه حدی داره، ولی اطلاعات دیگری که معمولا آدمو دارن تو علایقشونه دیگه. مثلا من اصلا ماشین دوست ندارم، تو تا صبح اسم ماشین به من بگی من نمیشناسم. یکی دوتا اسم ماشینا رو من تو آهنگا یاد گرفتم که الانم اسمش یادم رفته. یکی آهنگ سوریشی پاپولوژیست بود، کوارتو پورته، هم چیز مازراتی بود مثلا اینکه شما بهم گفتین. بجز فراری که دوست دارم هیچ مدل ماشینی دیگه وابته. یکی دوتا دیگه حالا مثلا مکلارن و بنز و اینا میشناسم، ولی خیلی اونجوری حرفه‌ای که مثلا این مدل نمیدونم، چون اصلا علاقه ای ندارم، اصلا برام جذاب نیست، اصلا برام مهم نیست. اصلا میخوام چیکار بدونم که مثلا فلان ماشین، مثلا ماشین جدیده، مثلا تویوتا اسمش اینه، مکلارن اسمش اینه، چیکار دارم؟ نمیخوام برام بخرم که مثلا علاقه ای ندارم که میدونی. نمیدونم. حالا یه سری چیزا هم که میدونیم خیلی، مثلا تو رپ اینا، خب تو رپ آمریکا میگن این ورون و یا مثلا میگه وی وی اس. مثلا وی وی اس چیه؟ چون من که مشتری وی وی اس نیستم. میریم سرچ میکنیم ببینیم او هر چیزیه، ولی همیشه هم همه این چیزا رو نمیشه. مثلا فوتبال بگو تا صبح من برات حرفا رو گفتن دارم، یا هر چی بزنن معمولا پانچ پانچ فوتبالی من بهت میگم، راجب گیم بزنن بهت میگم، راجب رپ آمریکا بزنن بهت میگم، راجب مثلا بعضی از سریالا بزنن بهت میگم، ولی خیلی چیزا رو نمیدونم دیگه. داداش ما چقدر عمر کردیم، چقدر علایق داریم، نمیشه دیگه. میدونی؟ keep your expectation low. بیاد یکی کازین ملودی 20s ملیکاتین نه نمیشم میتو، انقدر گروپ زدم شدم وی تو، زاخا بهم بگو کی تو موزیک اندازم هیت داده. اوف زاخار بهم بگو کی اندازه من هیت داده. سکوت شد، یعنی صدا اومد که یارو لال شد، اسمی نداره بگه. تو رپ شاید، ولی شادمر عقیلی از بغل میکروفون رد چه هیت میشه. من خودم خیلی گوش نمیدم، ولی هست، خیلی های دیگه هستن. این پاپای مجازی که تا من خیلی هاشون هم نمیشناسم، یهو میبینی پر میشم رو همه پست ها فلان و اینا هست. تو موزیک و تو رپ و حالا شد تو موزیک بزن نپذیرم. علی از جان اپتایزر میخواد بشه مین کس، میگه به جن سای چیک میکنه هیت چوس، اپتایزر میخواد بشه مین کس. میگه این سای چکه یا همون سای بی که بغلمونه هی چوس میکنه. این دختری که این کنار هست اصلیه نیست، ولی یه دونه هست بیکار شدیم اون سلمون سر رفت از این خسته شده، میریم سراغ این. اینجاست من نمیام جی جی داره میگه، من کاری ندارم. میگه که اپتایزر میخواد بشه من میگه پیش غذا، این معنی پیش غذا، یعنی با این ورد پلی کرده. ببین اپتایزر که پیش غذا، من کورس هم که غذا اصلیه دیگه، برای اینکه معده گرم شه و اینا. حالا سوپ و فلان و ایچ میزنن پیش غذا که برن برای غذا اصلی. میگه دافه اینه پیش غذاست، یعنی واسه اینکه با آماده گرم شه یه جورایی به ایسته این کار رو انجام میدیم که بعد مثلا بریم با اصلیه، ولی فازه رو داره دیگه، دوست داره. بعد اینجا هم عوض کرد، گفت منکس خواهد اصلی باشه. اینا رو همه رو ادیتورم بعد سرفه بذاره دیگه، خیلی خصوصی شد. ولی خب میگه به جای علاقه داره، ولی کلن فوله مثل دماغ ساره. میگه به جای علاقه داره، ولی کلن فوله مثل دماغ سارن. دماغ سارن رو یادم نمیاد چجوری بود. هر جوری هم باشه ما کیم که قضاوت کنیم، از نظر جی جی فوله. به من چه بود؟ به جای علاقه داره، ولی کلن فوله مثل دماغ سارن. کلن گفتم داخل منو بگی یه ها نیفت، کلن گفتم بقیه شما اصلا به نگفتم، کلن گفتم داخل منو بگی یه ها نیفتم. بک وکال های جی جی خیلی یه هویه، یه هویه قفل گنگ 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 کلن قفلم بقیهش هم اصلا بهت نگفتم. رفیقا میزنن رفیقاتو دهشیش، خودم و خود دوازده هیچ، دافم با دافت که ست هیچ، فرقش مثل شوشه و تجریش. شب پاشو بیه یواشکی رازمن، دوتا شاد گری گوست بزنیم قازمن، صبح میریم آمستردام داشمن، بپا فیوزت نپره فازمن. ببین سامان ویلسون دقیقا مثل این فوتبالیست خوبای برزیلی که یهو خودشونو گم میکنن، حالا به دلایل مختلفی که یهو وارد پول، مثلا پول زیاد بهش میرسه و اینا، یکی سر دختر، یکی درگیر مشروب و کلاب و اینا میشه. قشنگ اینجوریه، یه بازیکنی که بلده تکنیکیه، مثل نیمار، مثل روبینیو اینها، ولی یا رونالدینیو مثلا، دیگه به نظر من بهترین فوتبالیست تاریخ بود اگر حواسش به خودش بود، و یا حتی رونالدو یا حتی آدریانو، ولی
خودشو گم کرد. اصلا من نمیدونم داره چیکار میکنه. دیدی این اونو میزنه در 6 تا، اون میزنه 12 تا، میزنه 100 هیچ، قافیه ها همه هیچ. این حسو میده سامان خودتو پیدا کن. میدونم حالا تخمت هم نیست رپ فارسی، بارها اومدی گفتی، ولی خب ادعا داری که این بازیو من درست کردم. این داستان رایمای خوشگل، ترتمیز، باحال، اینا همه مال سام ویلسونه، اصلا شکی توش نیست. برین تاریخو دنبال کنین، اون زمان که یارو میگه ایر میکنم میگه در حلقه درات که فلو هم نداشتن حتی درست حسابی، مثلا داشتن میخوندن واسه همجو الکی داشتن حرف میزدن، رو بیت رو ریتم هم نبودن، قافیه هم تو در دیوار. سامان ویلسون یا اومد تو دیساجیلی قافیه های 15 سیلابی زد، حالا 15 سیلابی مثال ها، ولی سیلاب بالای خوشگل زد و جا افتاد. میدونی آهنگ این داستانه که رپ درست استاندارد مال سامان ویلسونه و کلن زد بازی که اووردن برای اولین بار توی رپ، رپ فارسی. درسته که خیلی هم داشتن کاور میکردن، بچه هم سه تا تکه اولشون کاور بود بچه زد بازی، ولی خب لحاظ متنی خیلی تمیز بود و این فرق کاملا معلوم بود. برای همینه که یه هود با دو سه تا آهنگ تهران رو گرفتن و ایران رو اصلا چه عرض کنم. ولی چیزی که الان از سامان داریم میبینیم با توجه به اینکه بهم میگه موقع هست یکی از آقا تو انتظار نداری ازش، مثلا چه میدونم تو از فندایک انتظار نداری بیاد 4 تا دریپ بزنه، یه زیدانی بزنه بکنه تو گل، ولی رونالدینیو انتظار داری توپ اومد دستش لو نده، توپ رو بگیره اینور اونور، اولی دریپ، سومی از بغل، چهارمی از اینور بکشی پشت 16 یه دونه از اون خوشگلاش، این رو انتظار داری. و تو وقتی یه همچین اسمی داری و همچین کارنامه‌ای داشتی قدیم، یعنی رپ سامان ویلسون 82 کریر همین 3 سال اخیرش رو 100 هیچ میزنه، اونو ما می‌خوایم دیگه. ما با اون عادت کردیم، یعنی وقتی مثلا داشتیم بزرگ می‌شدیم با رپ اینا، سامان ویلسون دیدیم که 10 از 10 میزد، همه چی تمیز خوشگل. الان می‌بینی انگار مثلا اینجوری حالا بده بخونیم کلاً قفلم 10 هیچ، یعنی حال نمیده این، اصلا انگار تخمت هم نیست، اصلا جدی نمیگیری. خب بعد ادعای اینم داری، خب اگه پدر این بازی این داستان هر چی باشه و این ادعا داری، بیا اندازه اون عمل کن، مثل اون عمل کن، یه ورس بزن. منی که با سامان ویلسون عاشق رپ شدم بگم پشمام همینه، اصلا دژاوو بزنم، نوستالژی باشه برام، عشق کنم، نه اینکه بیام بگم اوکی چیکار کنم. میدونی چی دارم بهت میگم؟ و حس کنم سامان اصلا نه قدر خودشو میدونه، نه ارزش خودشو میدونه، نه درست رپ فارسی حالا اونقدر گنده نیست، بیزینس های خفن داره، هر چیزی داره، رپ فارسی اونقدر خفن نیست، درآمدی نداره، هر چیزی، ولی این تعداد مخاطبی که داشتی و داری و خیلی هایی که منتظر اون سامان قدیمه، اینا خودش خیلی ارزش داره، باید ارزش براش بذاری، ارزش واسش نذاری میشه همین. میبینیم دیگه کامنت ها چه جوریه راجع به سامان ویلسون، فضایی که شکل گرفته اینا، و این از خود آدم میاد. تو وقتی احترام به کارت نمیذاری، کارت هم به تو احترام نمیذاره و کسایی هم که تو کار تو هستن اون احترامه رو بهت نمیذارن، چون تو در وهله اول خودت داری احترام نمیذاری و این مشخصه که انگار مثلا از دستشویی، یعنی انگار سامان ویلسون رفته دستشویی، اینا داشتن تو استودیو ضبط میکردن، ورسه رو شنیده همونجا رو کاسه توالت، ایده رو زده تا برسه به خود میکروفون، اینو گفته اومده خونده. میدونی یعنی همچین حسی با آدم میده. سامون پیدا کن خودتو واقعا، یعنی نمیدونم، به نظرم خیلی اصلا انقدرم به تخمم اوکی نیست، یا آدم باید ول کنه، چون به هر حال خراب میکنه اون کارنامه آدمو. یا اگه میخواد کار کنه واقعا اون ارزشه رو بذاره، میدونی، یا مثلا من خودم اینجوریام که یا کاریا نمیکنم یا 100 دوست دارم بکنم، میدونی، بعد به نظرم درستش هم همینه. اگه قرار باشه 50 تا بذاری کار نکن، با 100ت بیا تو بازی. میگیری چی میگم؟ پیش میام تهران باز من، دو تا دود قلقلی میگیریم گاز من، 67 گرم آشون کاشتم، ماریو لویجی بریم شمال قارچ من، فقط ماریو لویجی قارچ خور بود، یه 60 چند کیلو قارچ کاشتم، ماریو لویجی بیاییم شمال قارچمن. 67 گرم آشون کاشتم، ماریو و لویجی بریم شمال قارچمن، فقط این هفته بریم که هوا یکه، 3 ساعت میریم میام کار نره که رب به چپم کار نره که چرا اینجا چی کار داری میکنی سامان ویلسون؟ فقط این هفته بریم که هوا یکه، 3 ساعت میریم میام کار نره که رب به چپم بود الان به راستم، گفتم و کردم هرچی که خواستم. رپ به چپم بود الان به راستم، پاسکاری با تخماش یه قل قل بازی میکنه با رپ فارسی. لن تخمم قافیه و ردیفو که من گفتم، کلن تخمم 20 سال همشون رو بعد بردم. من اولین باری دارم آهنگو گوش میدم، یه جا پاس زدم، یه توضیح دادم تو ادعات اینه اینجوری و به نظر میاد به تخمته همینو، یعنی انقدر قابل، من تازه نخواستم پیش بینی کنم، انقدر قابل پیش بینی حرفایی رو که من دارم بداهه میزنم الان شد قسمتی که سامان داره میخونه
و این بده برای یه آرتیستی که اینقدر ادعا داره که من 20 سال اونتون زدم، من پدرم، من فلانم، اینا، این بده. میدونی چی دارم بهت میگم؟ خیلی هم بده، به شدت بده. من گفتم کلن تخمم، 20 سال همشون رو بعد بردم. کلن تخمم، قافیه و ردیفو که من گفتم. کلن تخمم، 20 سال همشون رو بعد بردم. بذار ببینیم ساده چی میگه. میچرخم با شلوارکم توی محل، ماشینو بو بو میزنم بغل، مطمئنم عکس میخوان ازم، فنن میگنم اون پسر وایرال تو، یار منم میگه سب کن دیگه درکید کیری اسمم. برای فرار از قوانین کپی رایت ترکید ایری اسمم. اوکی پس وایرال تو، یار منم میگه سب کن دیگه درکید کیری اسمم، هفت دوست دارم گیری من دفت مثبت بی تی اس فن جام کن بابا میدونی من جینیسم. دختر مثبت 18 نه بی تی اس فن، بی تی اس فن رو حال نمیکنه، ولی چه قافیه تمیز بود. ترکید کیری اسمم، هفت میخوام گیری من، شماره گریزمن هفته دیگه، بازیکنی که میشناسیدش. یز من دفعه مثبت 18 نه بی تی اس فن جام کن بابا میدونی من جینیسم. قافیه اینجاش خیلی تمیز بود. ریسمم، گریزمن، بی تی اس فن، جینیسم. اوکی بعد 18 نه بی تی اس فن جام کن بابا میدونی من جینیسم. ببین جلو جام سر سنگینه، میگه بابا به من وقتی شب در میشه، میگه آ دلم دیگه تعطمینه، اومد خرداد رفت ولی فروردینه چی شد یانگ بابا بنازم. انتخاب به شدت درستی بود که یانگ ستن ورس آخر بود و چه ورسی زده یار دیگه. اینجا رو بشوریم. ببین جلو جام سر سنگینه، میگه بابا به من وقتی شب در میشه، میگه آ دلم دیگه تعطمینه، اومد آ دلم دیگه تت تت مینه، شب میشه میگه بابا. ددی منظورته بابا گفت، بعد گفتش که بزن اینجا یه بدم رفت ولی فرورد، اومد خورد داد رفت ولی فروردینه، خورد داد رفت ولی فروردینه، ورد پلی در ورد، خورد داد فروردین، از این خورد داد رفت فروردینه. بنازم یانگ ساده. وقتی شب در میشه میگه آ دلم دیگه تحت همینه، اومد خورد داد رفت ولی فروردینه چی شد یانگ ساده. شرط بعد سوره حاله، آخه چیزی که میبینم واسه ممنوع داشونی که کامل میده رسیدی مسوره نو بگی، میگه بزن بگو فصل بعد تو رئال آدم میگه اونی که کامنت میذاره میگه که رسیدیم از سورنا به کی، چه دست رو چه نقطه گذاشت، چون خیلی زیاده. هر کی اون میبینی که مثلا اومده یه آهنگی داده، میبینی اون کامنت رو که یکی رنده اومده گوشه ببینید نمیشه از سورنا به کی رسیدیم، مثلا فلانی به کی رسیدیم. حالا سورنا رو گفت به خاطر سورئال و یعنی اسمای دیگه هم میگن، هیچ کس و رضا و اینا رو زیاد میگن پیش رو. میگه اونی که این کامنتو میذاره میگه بهتره کنی تو رئال فصل بعد، اشاره به این داستانی که خیلی بهش میگن امباپه و حالا لاکوشن اینجا هم بهش میگن، البته لاکوشن اینجا رو به امباپه هم خیلی میگن، امباپه خیلی شبیه هم دیگه. داشونی که کامنت میده رسیدیم از سورنا بگی، میگه بزن بگو فصل بعد تو رئال آدم به این هیتر رو چی بگه خوبه، اگه نمیگیرم رود کار دیلره بوده، سادن هر جای ایران سال میرسه خونه، ازم یه تار مو هم کم شه واسه ریزش موه. تهران مال منه، جی جی تو تهران سالم میرسه خونه، ازم یه تار مو هم کم شه مال ریزش موه، سالم میرسه خونه، ازم یه تار مو هم کم شه مال ریزش موه. یزید بعد بگفتی ازم یه تار مو هم نه ازم یه تار مو هم کم نمیشه چون کچل ساده. تا اینجا رو خوب اومدی کچلی آخه همش، حالا چه مدلته چی خودت هرچی کچل میکنه اینا میکسنس میکنه دیگه. این چی میگم و اینکه قرار باشه بیان پش به تو بزنن، اینجوری میگفتی فانتر میشد به نظرم. ازم این تارمو هم ازم تارمو هم کم نمیشه چون کچل سادن ها بتنی بهش تو کامنت دره بوده، سادن هر جای ایران ساله میرسه خونه، ازم یه تارمو هم کم شه واسه ریزش موه. بوبو کلنگ افلم باجی من بیو نیفتم یه او کلنگ افلم بقیهش هم اصلا نگفتم یه کلنگ افلم باجی منو بگی و نیفتم کلنگ افلم بقیهش هم دیگه بهت نگفتم گنگ. پازه برای فراز قوانین کپی رایت بود دیگه. خب شنیدیم با هم موزیکو، همون فرمول هیتی که خیلی از طرف جی جی زیاد میبینیم و انتخاب بیتاشون سمتیه مثل بیزنس و اون یکیشو فرش و اینها و اون مدلی بود، ولی اونجوری هیت نخواهد شد، موزیک خیلی خوبی نبود در کل به نظر من. ورس سامان ویلسون که نبود به نظرم بهتر بود، چون یه کوچول خیلی ورسش
دم دستی و حالا خوبه باز گوجه و خیار و سیخ کباب اینا نگفت، ولی خیلی دم دستی بود و اصلا چیز خاصی نداشت. ایرز جی جی باز شارت و اینها و حالا نیم دراپ و اینا داشت. خلصه نسبت به خودش خیلی چیز جذابی نبود و اصلا 25 بند بجز همون من نگرفتم اصلا کلا، چرا بجز همون یه تیکه، شاید یه جا رو من میس کردم نمیدونم، ولی من اصلا به نظرم خیلی چیز دیگه میتونست باشه. البته تو این فایب من سرچ خوره سادرن، ولی به نظرم آهنگو در آورد، یعنی با اختلاف خفن ترین ورس بود، اختلاف شدید. ورسشو خیلی دوست داشتم از لحاظ ورد پلی و کلمه بازی و رایمای خوشگل و اینا، واقعا باحال بود، بهترین ورس بود به نظرم، یعنی اصلا کار در آورد، خیلی هم در آورد. یه کوچولو ببین اتفاقا بر خیلی ها میفته زمانی که تو هیت زیاد میدی و واقعا خب این داستان بود دیگه، خیلی هیت میدادن، خیلی حال میکنی با خودت، اعتماد به نفس میچسبه به سقف، ولی بعضی جاها نیاز به ریبرندی هست، یعنی همیشه اینکه بگی من همینم جواب میده نیست و همیشه قرار نیست اینجوری باشه. به هر حال نسل جدید شنونده میاد، به هر حال مارکت عوض میشه، گوش ها چیز جدیدی میخوان در کل، منظور اینه. و وقتی میبینی که یه بر برندت داره یک اتفاق میفته که اگر قبول نکنن اینو، هر کی چه فن زدبازی هستین چه هر چی، باید اینو قبول بکنیم، یعنی اتفاقی که هست. حالا هر کی هم میاد اینو میگه خیلی آموزی میرسن، هیتر نه، داستانیه که هست، داریم تو کامنت های پیج اینستاگرام میبینیم، داریم تو رسانه ها که قدیم چه جوری پست میزدن راجبشون الان چه جوری میزنن، تو ریاکشن ها اینو داریم میبینیم، یه چیز واضحه به صورت کاملا واضح، از ویو آهنگا داریم میبینیم چه تو یوتیوب چه جای دیگه. حالا درسته که پلتفرم اصلیشون آر جی بوده، ولی خب یوتیوبشون هم همیشه مخصوصا جی جی ویو خوبی داشت، خیلی آهنگ داده که ویو خوب گرفته، ولی الان اونم نمیگیره. این مشخصه که نیاز به ریبرندی هست، یه سری سیاست‌ها اینو باید تغییر کنه، یا قبول میکنی عوض میشه یا نه همین میشه که درجا یه جا یا بیخیال یا سقوط. من خودم اصلا یادمه مثلا پیر شدیم ولی بزرگ نمیومد، نمیخوابیدم بیاد دانلود کنم فلان اینا، یا موزیکشون بود سری ریاکشن بریم، مثلا اینکه داستانه این سری ریاکشن رفتنه اون نشون میده هایپو بهت. حالا شاید خیلیاتون باور نکنید یا نه بگید نه حالا چون فنید حال میکنید، خیلی فنید تعصبید حال میکنید، اینو متوجهش نشین، ولی از روی ریاکشن ها، نه اینکه ویدیوش چیه، از اینکه چقدر بعد از اینکه آهنگ میاد میذارن، آیا اصلا میرن نمیرن، سری میخوان ریاکشن برن یا آهنگ میاد فلان اینا، این هایپ بودن آرتیست نشون میده. یعنی وقتی یه آرتیستی هایپه، یه کسی که داره ریاکشن میکنه، یه فکتیه که تو از دست نمیدی اون هایپ اون زمان که او الان خیلی ها هستن اینو نشنیدن، سری ما بیایم بذاریم میدونی و یه هایپی بگیریم. و وقتی این اتفاق نمیفته، یعنی اون هایپه که بوده رو نداشته و زدبازی داشت این هایپ رو، الان نداره و خب این نشون میده دیگه، یعنی خودش معلومه این داستان دیگه. و به نظرم باید یه کوچولو عوض کنن، حیفه مخصوصا خلصه، مخصوصا سامان. حالا درسته یه سری اتفاقات عجیب غریب رقم زدن لحاظ حرفی، نه اونا حالا بذاریم کنار، اونا مسئله شده است، ولی لحاظ تکنیک رپ کردن و رپر خوبی بودن رزومهشون معلومه، جفتشون اون زمانی که پرایمشون بود اوجشون بود جزو بهترین رپرها بودن و هنوز اون زمانی که رو اوج بودن، اون ورژن رو اوجشون هنوز جزو بهترین رپرهایی که رپ فارسی به خودشون دیده. و حیفه حیفه واقعا. سنم حالا خیلی ها میگن 30 سال شده 40 سال شده، یزید اونور طرف تازه 37 سالشه، تازه میترکه، تازه کلی ایده میاره، کلی انرژی میاره، دیده عوض میشه فلان بهما اینا، میبینی چی میگم؟ الان رپرای هایپی که اونورن الان یکی یکن همه بالای 35 ان دیگه، حالا هستن جوانای آپکامینگی که دارن میان، ولی داریم میبینیم دیگه اونایی که یهو مارکت رو تکون میدن فلان، یه هایپ عجیب غریبی میاد بالای 35، تازه تو این سنن و تازه مارکت شده، یعنی شما این همه زحمت کشیدین زمانی که هیچی نبود، عشق بود، الان که یه چیزی هم هست و میشه کلی کارهای بالتر کرد، پول در آوردن اصلا توش آنلاک شده، پول خوب در آوردن حتی، حیف دیگه. یعنی میدونید دلم یعنی یه جوریه، میدونی این همه آرتیستی که اون موقع که دانلود میکردن همه اینا با عشق این همه آهنگای موندگار دادن، باشون بزرگ شدیم، مثلا یاد گرفتیم رپ چیه فلان بهمان اینا، یهو درگیر این مسیره میشن، این که ما بگوزیمم هیت میشه، و اینکه وقتی تو مایندست اینه که من بگوزمم هیت میشه، هر چیو پخش میکنی، یعنی اینجوری که هیت بگوزم هیته، میگوزی واقعا بی اعتبار نباشه، ولی اتفاقا رو داریم میبینیم و ناراحتم، دوست ندارم رپرهایی که باشون بزرگ شدم، هر چندم توی قسمت‌های مختلف نقد داشته باشیم، دوست ندارم سقوطشون رو ببینم یا اینکه نبینن این اشکاله رو و ولش کنن همینجوری مسیرشون رو برن. خلاصه دمشون گرم، بهشون خسته نباشید، میگیم نظر شما چی بود حتما تو این کامنت ها بنویسید، یه لایک دیگه هم به سادم بدیم، ترکون، دمش گرم، عشق کردم.
خلاصه تا ویدیو بعدی. سی یو سون. اینه اوکی میگین بگو باحال نیستا. سی یو سون. من که یه فلوی براش پیدا کنم مثلا سی یو سون نمیشه. ببین سی یو سون. سی یو سون. نه بذارم سی یو سون معمولی بگیم. سی یو سون.